سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت عزیزان و بینندگان محترم، بحث ما در قسمت مشتقات اقسام مشتق رو ذکر می‌کردیم، چه گفتیم که مؤلف محترم 8 مورد از مشتقات رو در این کتاب این قسمت بحث مشتق و جامد که در واقع تقسیم دوم اسم هستند و بحث دوم در اینجا ذکر فرمودند. اسم فاعل و اسم مفعول رو خوندیم و صفت مشبه رو در جلسه پیش خدمتتون توضیح دادم، تعریف و وزن و اصل صفت مشبه رو انشاءالله و صیغه های همینطور صفت مشبه رو انشاءالله امروز در از لحاظ تطبیقی کار میکنیم و متن رو میخونیم و مطالبی اگه باشه یا اشکالی احیان اگه باشه انشاءالله حل بشه. متن بحث صفت مشبه رو خدمتتون عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الثالث الصفت المشبهتو، فصل سوم از مشتقات. فصل اول اسم فاعل بود، فصل دوم اسم مفعول و فصل سوم که با بحث امروز ما صفت مشبه است. این نکته‌ای در مورد صفت مشبه عرض کنم. اون عمده فرقی که صفت مشبه با اسم فاعل اسم مفعول داره اینو گفتیم قبلا، چه گفتیم در ثبوت و حدوث صفت مشبه لسانش لسان ثبوته، اما لسان اسم فاعل اسم مفعول لسان حدوثه. اسم فاعل وقتی میگی که کاتب، یعنی الان مینویسه یا در آینده خواهد نوشت، این لسانش حدوثه. اما صفت مشبه میگیم زیبا، حسن یعنی زیبا، قبیح یعنی زشت، شجاع یعنی آدم شجاع، یه حالت ثبوت و استمرار داره. که این حالت استمرار و ثبوت اگه در وزنهای اسم فاعل هم بشه، مثلا یه صیغه به وزن اسم فاعل باشه منتها به معنای ثبوت باشه، مثل طاهر به معنای پاک، طاهر القلب مثلا، اینطوری میگیم، نه اینکه الان پاک میشه یا در آینده پاک خواهد شد، یه حالت ثبوت بهش بدیم میشه با صفت مشبهه. اما نکته ای که عرض میکنم اینه که صفت مشبهه، صفت که خیلی خوب واضحه، یعنی صفت، یعنی یه چیزیست که دلالت برای یه وصفی میکنه. اما المشبهه، خود مشبهه وزن بر وزن اسم مفعوله، یعنی شبهه از باب تفعیل، یشبه و مزارعشه، مشبه یعنی تشبیه کننده میشه اسم فاعل، اسم مفعولش میشه مشبه. مشبه یعنی تشبیه شده. مشبهه که اینجا تا داره آخرش همین صیغه چهاره، مشبهون، مشبهانه، مشبهونه، مشبهتون. این مشبهتون که به صفت مشبهه که الان چه بحث ما هست میگن صفت مشبهه، صفت تشبیه شده. اینجا یه چیزیش ناقصه، صفت مشبهه صفت تشبیه شده به چی؟ چرا به این میگن صفت مشبه؟ این به چه چیز تشبیه شده؟ اینو در کتاب‌های نحوی دنبال کنید، میگن الصفت المشبهت باسم الفاعل، یعنی ادامه شو اینجوری بیان میکنن که صفتی که تشبیه شده به اسم فاعل به خاطر اشتراکاتی که البته فرق هم هست، اگه فرق نبود که یک چیز میشدن، بالاخره افتراقات هست، اما یه اشتراکاتی هم هست بین اسم فاعل و صفت مشبه، به خاطر همین به صفت، به این صفتی که الان بحث ماست میگن صفت تشبیه شده. منظور صفت تشبیه شده به اسم فاعل، یعنی صفتی که به اسم فاعل تشبیه شده. حالا از چه جهت شباهت داره میتونید مراجعه کنید به کتاب‌های نحوی. از صفت المشبهت و فصل سوم از مشتقات صفت مشبه است. و هی ما دل علی صفت و صاحبها و ثبوت تلک صفت له.
صفت مشبهه ما هر آن چیزی است و هر آن مشتقی است. این مای موصول است، یکی از چیزهایی که افاده عموم میکنه این همین موصولاته. و هی این صفت مشبهه ما هر آن چیزی است و هر آن مشتقی است که دل على صفت و صاحبها، دلالت میکنه بر یه صفتی، بر یه وصفی و صاحبها و صاحب اون صفت. مثلا میگیم حسن یعنی یه ذاتی چه زیباست، اولا اون معنای وصفی داره و یه معنایی چه دلالت بر صاحب اون وصف و صاحب اون زیبایی، مثلا گل زیبا یا هر چیز زیبا. دلالت میکنه بر یه صفتی و صاحب این صفت و ثبوت تلک صفت لهو، و دلالت میکنه بر ثبوت آن صفت، استمرار آن صفت لهو برای اون صاحبش. پس اولا دلالت میکنه بر اصل ثبوت یه صفتی و بر اون صاحب اون صفت، و اینکه این صفت برای این صاحبش یه حالت ثبوت و استمرار داره. پس یه صفتی دلالت میکنه یه صاحب این صفت و استمرار این صفت برای صاحب این صفت. این یک نکته. پس صفت مشبهه دلالت میکنه بر یه صفتی و صاحب اون صفت و صاحب اون وصف و استمرار داشتن و ثبوت و استقرار اون صفت در برای صاحبش دلالت میکنه. ول غالب و فیها ان تکون به معنی الفاعله. اون غالب در صفت مشبهه و بیشتر در صفت مشبهه اینه که ان تکون به معنی الفاعل. این صفت مشبهه به معنای فاعله، یعنی اون کسی که کار توسط او یا حالت با او قائم شده، به این معناست. مثل کریم، انسانی که بخشنده است، یه حالت به معنای فاعلیه. یا شجاع، انسانی که از خودش شجاعت بروز میده، این هم یه معنای فاعلیه. و کونها به معنی المفعول نحو علیلن قلیلون. این نحو از لحاظ اعرابی نحو بگیم بهتره، حال باشه. و کونها به معنی المفعول نحو علیلن قلیلون. این کونها مبتداست، خبرش قلیلونه. یعنی بودن اون صفت مشبهه به معنی اسم المفعول، به معنای مفعول، منظور به معنای اسم مفعول، در حالی که مثل علیل باشه، یعنی علیل الان به معنای معلوله، یعنی کسی که علل و مریضی بر او حلول کرده، این جوری باشه صفت مشبهه قلیلون، این خیلی کمه، به خاطر اینکه صفت مشبهه غالبا بر وزن، عرض کردیم که بر به معنای فاعل، اسم فاعل استعمال میشه. این هم یک نکته. پس فلذا، چون که صفت مشبه درست زیاد اسم به معنای اسم فاعله، اما به معنای اسم مفعول هم هست، دیگه در تعریف نفرمود که دلالت میکنه بر کسی که این یه حالتی یا یه کاری توسط او انجام شده یا بر روی او واقع شده، اینجوری نگفت، گفت صفت و صاحبش. چرا اینجوری نگفت؟ به خاطر اینکه صفت مشبه فقط دلالت بر اون کسی که کار از او صادر شده یا حالتی به وسیله او قائم شده نمی کنه. بعضی وقتا اینجوریه، بعضی وقتا معنای اسم مفعوله. فقط یه ثبوت و حدوث فرق داره با اسم فاعل و اسم مفعول. فلذا فرمود که دلالت میکنه بر صفت مشبه دلالت میکنه بر یه صفت و صاحبش. دیگه نگفت اون صاحبش فاعلشه یا کسی که صفت بر روی او حلول کرده است. این هم یه نکته. نکته بعدی میفرمایند و صفت المشبهتو تساغ من فعل لازمه فقط. صفت مشبهه ساخته میشه از فعل لازم فقط، یعنی از فعل متعدی صفت مشبهه ساخته نمیشه. در جلسه گذشته هم عرض کردم اگه هم بخوایم از فعل متعدی صفت مشبهه درست کنیم، باید اینو ببریم فعل لازم کنیم، بر وزن فعلش یعنی بسازیم بر اون وضع، بعد از او صفت مشبهه درست کنیم. دوستان یه نکته ای هم عرض بکنم و اونم این که غالب صفت ما در ثلاثه مجرد عرض کردیم که وزن فعله یفعلو لازمه، فلذا از این باب فعله یفعلو چه لازمه
ما غالبا صفت مشبهه داریم، یعنی صفت مشبهه از فعول یفعلو زیاده، به خاطر اینکه اینا هم همین فعل لازمن. بس فصفت المشبهه تو تساق من اللازمه، فعل لازمه فقط از فعل لازم گرفته میشه. این هم یک نکته. نکته بعدی بعد از این وارد میشه به وزن صفت مشبهه از ثلاثی مجرد و از غیر ثلاثی مجرد، یعنی اون ستای باقی در درجه مرحله دوم. یادتون باشه عرض کردیم در ثلاثی مجرد اگه بر عیب و رنگ و زینت دلالت کنه، وزنش یه وزن قیاسی است، بر وزن افعل مؤنثش هم فعلاست، ضمش هم بر وزن فعل، ضم مکسر البته، و مؤنث این هم با تا نمیاد. عرض کردیم افعل مؤنثش فعلا. اگه از ثلاثی مجرد دلالت بر عیب و رنگ و زینت نکند، در این صورت این سمایی صفت مشبهه و وزن خاصی نداره، با سما و با مراجعه به کلمات عرب باید تشخیص بدیم صفت مشبهه اون چیه. اما در غیر ثلاثی مجرد بر وزن اسم مفعوله، منتها به معنای باید ثبوت باشه تا بگیم صفت مشبهه. میفرمایند که فمن الثلاثی المجرده، صفت مشبهه از فعل ثلاثی مجرد تعتی میاد، تعتی صیغه چهاره، هیش برمیگرده به صفت مشبهه یعتی، یعتیانه، یعتونه، تعتی از ثلاثی مجرد تعتی میاد. چی میاد؟ صفت مشبهه. صفت مشبهه میاد علا افعلا، بر وزن افعل، بر وزن افعل میاد، منتها نه همه فعلهای ثلاثی مجرد، به شرط ایکون الفعل دالن علا لون او عیب او هلیتن. به شرط این که این فعلی که ما میخواییم بگیم صفت مشابهش بر وزن افعل میاد، به شرطی که این فعل ما ایکون الفعل، این فعل دالن علا لون، دلالت کننده باشه بر یه رنگی، به معنای رنگ باشه، سفید، قرمز، آبی، سبز، به یه معنایی از معانی رنگ باشه، بر رنگ دلالت کنه، او عیبن یا دلالت بر یه عیبی بکنه، او حلیتن یا دلالت بر یه زینتی بکنه، مخصوصا اون دوتای اولی، یعنی اگه بر رنگ دلالت کنه یا بر عیب، البته زینت هم هست، مخصوصا اون دوتای اولی چه صفت مشبه اونها قیاسیه، بر وزن افعل میاد، مثل حموره، رنگ به معنای سرخی در جلسه گذشته عرض کردم، احمر میاد صفت مشابه، یعنی سرخ، مؤنثش هم میاد حمراء، و ضم اینها میاد ضم مکسر البته حمر. یا عرجه مثال برای عیبه به معنای لنجید، این عرجه صفت مشابهش میاد اعرض، مؤنثش میاد عرضاء، آخرش الف ممدوده و ضمشون میاد عرض. مثل اسم به معنای کر دلالت بر عیب میکنه، ضمش میاد سم، مؤنثش میاد سما. یا همینطور بکم که ابکمه، مؤنثش میاد بکما و ضم مکسرش میاد بکم، چه ان شاء الله در ضم مکسر به اینا اشاره خواهیم کرد. یا یه مثال برای زینت مثال زده، بلده صفت مشبهش میاد ابلت، مؤنثش میاد بلدا و ضم مکسرشون میاد بولد. اینها صفت مشبهه از ثلاثی مجرده که بر وزن افعله، منتها به شرطی که یا دلالت بر عیب یا دلالت بر رنگ یا دلالت بر زینت بکنه. و فی غیر ذلک، در غیر این موارد، یعنی دلالت بر عیب یا رنگ یا زینت نکنه، لا یقاس فی وزنها، قیاس نمیشه در وزن صفت مشبهه. یعنی ما یه وزنی بیاریم همه افعال رو قیاس کنیم وزنشو بر اون وزن، این هم چیزی وجود نداره. بل تعتی، تعتی بازیش به صفت مشبهه برمیگرده، بلکه این صفت مشبهه میاد علا اوزانن شتا سماعیتن، بر یه وزنهای مختلف سماعی، دیگه روی قیاس نیست. اوزان ضم وزنه، شتا مثل مرزا، مثل موتا ضم شتیته، شتیت به معنای گوناگون، شتا هم ضمه، سماعی هم یعنی سماعی. بل تعتی اگه بر عیب و رنگ و زینت دلالت نکنه، تعتی صفت مشبهه علا اوزان، بر وزنهای شتا گوناگونی که
سمائیتن، سمائی است و قیاسی نیست. چند تا مثال زده، مثل شریف، چه از شرف و یشرف رو میتونید فعلهای این رو با توجه به کتابهای لغتنامه ملاحظه بفرمایید. این شریف بر وضع فعول اومده، فعیل اومده، یا شجاع صفت مشبه است بر وضع فعال اومده، چه اینها قیاسی نیستند. یا زبان به معنای آدم ترسو، این هم بر وضع فعال اومده. سید به معنای آقا بر وضع فعیل اومده. صعب بر وضع فعل به معنای مشکل بر وضع فعل اومده. صلب به معنای سخت، اینم باز بر وضع فعل، اینم بر وضع فعل اومده. یا زلول به معنای رام، نه اون زلیل که به معنای خاره، اون نیست، زلول به معنای رام، به معنای مطیع، این بر وضع فعول اومده. یا بطل به معنای پهلوان بر وضع فعل اومده. یا صفر به معنای خالی بر وزن فعل اومده. نجس معناش واضحه بر وزن فعل اومده. غضبان به معنای آدم عصبانی، مرد عصبانی، این بر وزن فعلان اومده. و اوریان چه معناش هم واضحه بر وزن فعلان اومده. و الاخر ببینید صفت مشبه اگه این ستا نباشه، یعنی عیب و رنگ و زینت دلالت نکنه، در ثلاثی البته مجرد، اینا وزنهاشون سماییه. چند تا وزن رو ببینید، وزنهای مختلف هم فعیل داریم، فعال داریم، فعلان داریم، فعلان داریم، فعل داریم، فعل داریم، فعل داریم و الاخر چه، اینها رو باید از کتابهای لغت ملاحظه فرمود. و من این از ثلاثی مجرد. اما و من غیرهی از غیر ثلاثی مجرد خودش توضیح داده. و من غیرهی یعنی غیر ثلاثی مجرد، میخواد بگه اون ضمیر غیرهی برمیگرده به ثلاثی مجرد. غیر ثلاثی مجرد یعنی ثلاثی مزید، رباعی مجرد و رباعی مزید. اینها تساق و صفت مشبهه ساخته میشه علا وزن اسم الفاعل من ذلک الفعل، بر وزن اسم فاعل از همون فعل، منتها و یراد و بهی از ثبوتو، اراده میشه به وسیله اون وزن، اون ه ضمیر میخوره به اون وزن اسم فاعل، میگه اراده میشه از اون وزن اسم فاعل از ثبوت، ثبوت اراده میشه، به خاطر اینکه اگه حدوث اراده بشه چه، او دیگه اسم فاعل، هم وزن اسم فاعل، هم خود اسم فاعل، که اسم فاعل به معنای حدوثه. اما اگه وزن اسم فاعل به معنای ثبوت باشه، در اونجا دیگه وزن فقط اسم فاعل، خودش اسم فاعل نیست بلکه صفت مشبه است. مثال میزنه به مثل منقطع یعنی قطع شونده، البته معنای ثبوتی، یا معتدل هم همینطور، مستقیم هم همینطور، به معنای حدوثی نه، اینا بر وزن اسم فاعلند اما به معنای ثبوت هم قصد بشند، یعنی معنای ثبوت از اینا قصد بشه، میشه صفت مشبهه. درسته وزن اسم فاعله اما صفت مشبه است. تنبیهون، اینجا یه آگاهی دادنی هست و اونم اینه که قطعت صفت المشبهتو، گاهی میاد صفت مشبه استعمال میشه، صفت مشبه من الثلاثی المجرده ایزن علا وزن اسم الفاعل او اسم المفعول، از ثلاثی مجرد هم بر وزن اسم فاعل یا بر وزن اسم مفعول میاد، یعنی بر وزن فاعل و مفعول در اینا، البته به شرطی که باز عرض کردم ثبوت اراده بشه، مثل طاهر القلب، یعنی فلانی مثلا قلبش پاکه، این طاهر دیگه نمیگیم الان قلبش پاک میشه یا در آینده، میگیم طاهر القلب، یه حالت ثبوتی و یه حالت استمراری داره، این درسته وزنش اسم فاعله اما معناش صفت مشبه است، به این اوزان میگن اوزان اسم فاعل، منتها به معنای صفت مشبهه. یا یه اسم مفعول مثال میزنه، محمود المقاصد، محمود یعنی پسندیده شده، مقاصد هم جمع مقصده به معنای عهد و هدف، محمود المقاصد یعنی پسندیده شده و حمد شده و ستایش شده است مقاصدش، یعنی اغراضش، اهدافش یا اهداف پسندیده شده هست، این هم به معنای ثبوتی اگه اراده کنیم وزنش اسم مفعوله اما واقعیتش همین صفت مشبه است. این هم یک نکته.
بس نکته اینه که شما به وزن نگاه میکنید، بله میگید این اسم فاعل یا اسم مفعوله، منتها اگه ثبوت از اینجا اراده بشه چه اسم فاعل باشه چه اسم مفعول، نبایستی بگیم اسم فاعل یا اسم مفعوله، به خاطر اینکه اسم فاعل اسم مفعول یه اصطلاحی هستن برای چیزهایی که دلالت بر ثبوت نکنه بلکه دلالت بر حدوث بکنه. ثبوت شد دیگه اونجا جای صفت مشبه است. این هم یک نکته. تتمتون ها هنا تتمتون میفرمایه در مورد صیغه های صفت مشبه، اینجا چه ما در جلسه توضیحی جلسه قبلی توضیح دادیم، میفرمایه لصفت المشبهه ست صیغ غالبا، برای صفت مشبهه شش صیغه وجود داره غالبا، غالبا شش صیغه وجود داره. البته خود شش صیغه وجود داره، همیشه میتونید بگید شش صیغه وجود داره، اونجا کیفیتشون فرق میکنه. مثلا این شش صیغه ای چه شبیه اسم فاعل باشه، در اسم فاعل ما میگیم زاربون زاربانه زاربون زاربتون زاربتانه زاربا، این شش صیغه. در صفت مشبهه از غیر ثلاثی مجرد که بر وزن اسم فاعل میاد همین شش صیغه است. مثلا همین مثالایی که زده اینجا، منقطع اون منقطعانه منقطعون منقطعتون منقطعتانه منقطعاتون، یا معتدلون معتدلانه معتدلون معتدلتون معتدلتانه معتدلاتون، اینو میتونیم مثال بزنیم برای شش صیغه. یا در ثلاثی مجرد مثلا حسن رو میگیم حسنون حسنانه حسنون حسنتون حسنتانه حسناتون، این شش صیغه وجود داره. منتها بعضی ها شش صیغه دارن، منتها شش صیغتشون متفاوته. مثلا در مورد اونایی که بر وزن افعل میاد اینا هم شش صیغه دارن، منتها شش صیغه فرق میکنه با این شش صیغه که الان عرض کردیم. مثلا ما میخواییم بگیم شش صیغه از اسود مثلا درست کنیم که برای رنج بر وزن افعله، اینو میگیم اسود و اسودانه، یا تو ما چه گفتیم بعضیا جمع مذکر سالم این رو قبول ندارند، اسودون نمیگن بلکه میگن سود، یعنی جمع مکسر میارند، اسود جمعش میاد سود بر وزن فعل. بعد میاییم به مؤنث نمیگیم اسودت، میگیم سودا او با الف ممدوده، سوداان و سوداوات، اینجوری شش صیغه وجود دارن. پس دقت بفرمایید، لصفت المشبهته ست صیغ غالبا شش صیغه وجود داره براش هست، لانها چون که صفت مشبهه تؤنث به تا، مؤنث میشه با تا در بعضی موارد، در بعضی موارد مؤنث با تا نمیشه، همین چه عرض کردم بر وزن افعل باشه مؤنثش با تا نمیاد، غالبا با تا میاد. و تسنا بالالف و نون، با الف و نون مثنا بسته میشه، این درسته بله، با الف و نون مثنا بسته میشه. اول یا و نون چه در حالت نصب و جری، مثلا میگید اسودان در حالت رفعی، اسودین در حالت نصب و جری. و تجمع و جمع المکسر، جمع بسته میشه، چه نوع جمعی؟ جمع مکسر. اینا مرز کردم بعضی وقتا جمع مذکر سالم بسته میشه، لازم نیست که همش جمع مکسر بسته بشه، مثلا همین مثالی که عرض کردیم حسنون حسنانه حسنون جمع مذکر سالم بسته شد و نیازی نیست که حتما به جمع مکسر بسته بشه. یا در مؤنثش جمع سالم مؤنث سالم بسته میشه، مثلا همراه همراوان و همراوان و همراوات، همراه و همراوانه و همراوات، اینا جمع مکسر بسته میشن، جمع مؤنث سالم بسته میشن و جمع مکسر هم بسته میشن. و تجمع و جمع المکسر، جمع بسته میشه جمع مکسر، علا ما سیعتی، بنابر اون قاعدهی و مواردی که میاد به زودی خواهد اومد در بحث جمع مکسر. البته بس دوستان دقت کنن، این عبارت یعنی مغشوشیست، کاش اینها رو جدا جدا ذکر میکرد. و صفت مشبه غالبا شش صیغه وجود داره، این درسته، این لعنه تؤنث به تا باید بگیم غالبا، غالبا مؤنث با تا بسته میشه، بعضی وقتا مؤنث با تا نیست بلکه مؤنث با الف ممدود است. اصلا بعضی وقتا مؤنث با تا بسته نمیشه، با هیچ چیزی هم بسته نمیشه، مثلا همین زلولی که گفتیم بر وزن فعول، زلول بر وزن فعول به معنای فاعل یعنی رام یعنی مطیع، این اصلا مؤنث نداره کلا، یعنی به این معنا مؤنث نداره که در بحث مذکر مؤنث هم انشاءالله خواهیم خوند
فعول به معنای فاعل، هم مذکر و هم مؤنثش یکسانه، یعنی برای مرد استعمال میکنی میگی زلول، یعنی مرد رام، مرد مطیع. برای زن استفاده میکنی میگی امرأتون زلول، یعنی امرأه مطیع، خانم مطیع. یعنی اصلا اینا مؤنث بسته نمیشه. پس ما نمیتونیم بگیم که صفت مشبه همیشه با تا مؤنث بسته میشه. بعضی از صفات مشبه است که با تا مؤنث بسته میشه، بعضی هاشون با الف ممدوده مؤنث بسته میشه، مثل همراه، اون افعلی چه گفتم. بعضی ها اصلا مؤنث بسته نمیشند، بعضی ها مؤنثشون با الف مکسوره است، مثل همین عطشانی که غضبان چه اونجا گفت، مؤنثش غضبا میاد، یا عطشان مؤنث عطشا با الف ممدوده میاد. اینا رو دوستان دقت بفرمایید. پس صفت مشبه غالبا 6 صيغه وجود داره و لانها تؤنث و به تا، باز بگیم بعضی وقتا مؤنث با تا بسته میشه، بعضی وقتا اصلا مؤنث نداره، بعضی وقتا با الف مکسوره، بعضی وقتا با الف ممدوده. و تسنا بالالف و نون یا یا نون، چه این درسته. و تجمع و جمع المکسر و جمع مؤنث سالم مشکلی نداره، بنابر اون چیزهایی که خواهد اومد. پس فعلیک فی کل صفت به ملاحظه سما، پس برای تو باد در هر صفتی به ملاحظه و لحاظ کردن سما، چه ببینیم عرب چه چیزی رو اجازه میده و چه کدوم وزن و کدوم جمع رو استعمال کرده. و یلاحظ فی، البته عرض کردم اینجا هم سما کارایی نداره، ما قاعده داریم که کدوم چیز مؤنثش با کدوم میاد، مؤنث جمع داره یا جمع نداره، جمع مکسر داره یا نداره، زیاد نیاز به سما نداریم. در بله در جمع های مکسر فقط یه قسمت نیاز به سما داریم، اونم یه قسمتش. و یلاحظ فیها، ملاحظه میشه فیها در اون صفت مشبهه و در این صیغه های صفت مشبهه، ما تلاحظ فی اسم الفاعل، اون چیزی که ملاحظه میشود در اسم فاعل. من بیان میکنه چه چیزی ملاحظه میشه، من از ضمائر، چه عبارت بیان باشه از ضمائر. یعنی اگه در اونجا گفتیم که در صیغه اول مثلا ضارب سه تا ضمیر میتونید در یعنی به اختلاف موارد البته مستتر باشه، ضاربون هو، ضاربون انت، ضاربون انا، اینجا هم در احمر میتونید این حرف رو بزنید، در حسن میتونید، یا در ضاربتون میگید که میتونید هیه، میتونید انت، میتونید انه، چه مؤنث گفته باشه، در حسنتون اینجا یا در همراء اینجا میتونید همین ضمایر رو در تقدیر بگیرید. تذکرتون، در اینجا یه تذکری میده، میگه ما گفتیم که صفت مشبهه بر وزن از فعل لازم گرفته میشه، بعضی از صفت مشبهه است احیانا از فعل متعدی احساس میشه که گرفته شدن، میگه اینا چم سماییه. و سو تذکرتون، سوغ صفت المشبهته من الفعل المتعدی چه رحیمن و علیمن مکسورون علی السما، ساختن صفت مشبهه از فعل متعدی مثل رحیم از رحمه، رحم کرد، چه کسی را، متعدیه، یا علیم از علمه یا علمو، دانست، چه چیز را، متعدیه. این میگه منحصر بر سماع زیاد نیست، قاعده اونیست که ما عرض کردیم که صفت مشبه از فعل لازم گرفته میشه. دوستان دقت کنند اینجا جوابهای دیگری هم هست، بعضی ها میگن که این رحیم و علیم اصلا صفت مشبه نیستن بلکه صیغه مبالغن، و بعضی هم جواب میدن که این رحیم و علیم از درست صفت مشبه هستن، منتها از رحمه متعدی گرفته نشدند، یا علیم از علمه متعدی گرفته نشدند، بلکه اول رحیم و علیم رو تحویل کردند بر وزن لازم، یعنی علمه رحمه چه فعل لازم میشه، فلذا بعد از اون صفت مشبه درست کردن. پس دوستان سه تا قول شد در رحیم، اولا رحیم و علیم میگن صیغه مبالغه است، صفت مشبه اصلا نیست، ثانیاً قبول کنیم که صفت مشبه است از متعدی ساخته نشده، این ثالثاً جواب رو، یعنی جواب سوم رو در واقع مؤلف محترم فرمودن که آقا میگه شازه، قبول میکنیم که از متعدی ساخته شده، اون تا اون که ما گفتیم صفت مشبه از فعل لازم گرفته میشه کلیتش رو گفتیم، حالا دو سه مثالی هست که از فعل متعدی گرفته شده توضیح دیگه نمیکنه. ان شاء الله تمارین رو حل کنید و مباحث رو جمع‌بندی بکنید، ان شاء الله در جلسه بعد در مورد اسم تفصیل و مباحث اسم تفصیل مطالبی رو خدمتتون عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.